در ایران گزارش ها از تورمی نزدیک به 50 درصد در مورد اقلام خوراکی، غیر خوراکی و خدمات حکایت دارد. فاصله میان درآمد اکثریت مردم با قیمت ها که بیشتر ناشی از تنزل ارزش پول کشور و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم مهمترین عواقب همراه با نرخ تورم جدیدند. به گفته یک کارشناسان اقتصادی گرچه مردم ایران سالهاست با بحران پولی روبرو بودند اما اکنون کاهش ارزش پول ملی را روزانه حس می کنند و روند تعویز پول ایران با ارزهای خارجی گویای از دست رفتن بخش عمده ای از ارزش دارایی ها و اموالشان است در این میان خبرگزاری رویترز در گزارشی جدید از تلاش رژیم ایران برای خرید میلیون ها تن گندم و ذرت از خارج برای رفع نیازهای داخلی خبر میدهد که با تاکیدهای مقامات رژیم در مورد مواجه نبودن با مشکلی در کار تولید مواد غذایی و کشاورزی مغایرت دارد خرید و تامین مواد غذایی و دارو شامل تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نمی شود بر اساس گزارش رویترز کاهش جهانی بهای نفت مشکلات ارزی ایران رفسش داده و از ذخایر ارزی کشور اکنون به حدود 70 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است شپل عباسی صدای آمریکا